و شاهان در چنین وضعی در واقع با وراثت حکومت میکردن و خودشون رو بالاتر از بنی آدم میذاشتن. چرا؟ برای اینکه خودشون رو از نسل آلهه میدونستن، خودشون نسل خدایان هستن و همه ثروت های کشور هم در دست این شاهان بود. هر چی که دلشون میخواست تصرف میکردن و هیچ کسی حق محاسبه اونها رو نداشت. و تا حدی که بسیاری از کشاورزان به خاطر عدم توانایی دادن مالیات یا خدمت سربازی ناچار می شدند که داخل دیرها و معابد برند و زندگی بسیار صوفیانه و گوشه‌گیری را اختیار کنند، که اینها خود سبب اضطرابات اجتماعی شد و جنگ هایی که بعداً بین ایران و روم رخ داد. این وضع کلی ایران بود و وضع ایران رو من سابقا هم در جلسات متعدد توضیح دادم.